نبودن. اجازه بدین من اینو ضبطش کنم که این هفته پخش کنم. چطوری خوبی؟ خیلی مخلص، دلتنگ شما، دلمون تنگ شماست. خب خوبشیم اون شلا، همه خوب، بیاد شما حالتونو میپرس. مخواستم بیام ایران. خب آقای خیامی بود، محسی بود، حایزه بود، نمیدونم اینا همه چون لندن بودن. بله درسته. من گفتن که چون کاری یه چیز خریده سرپانه یا بیلایی میخوان بریم اونجا. گفتم نه من میرم ایران. گفتم خب من میرم دیگه، من دوست دارم. خلاصه گفتن میگیرم میکشنه. گفتم انتقام همون کشتن دوست دارم. به 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 من کشتن دوست دارم. به به بعد خواستم من هم مردم جزا کنم. درود بر شما. همین رزیف کردم ساعت 9 شب داری چه برکت میکنیم میریم ایران دیگه، صبح میرسیم. ما اومدیم ولی من نرفتم بمونم اونجا، در صورتی که برای من اونجا خیلی مفید بود. من اینجا نمیتونستم بخونم، اونجا میخوندم، اونجا میتونستم پول درارم، اینجا نمیتونستم. ولی من مردم رو دوست داشتم، من به خاطر مردم هم اومده بودم. من امروز دیدم توی یه شعری یه مطلبی نوشته بودن که اولپا این کار کرد، مسئله خوندن نبود موندگار تو، مسئله این شد که بگه من یک ایرانی هستم، دارم فارسی صحبت میکنم و میرم ایران اگه خان کشتم بشم بر ایران کشتم. بعد شعری رو شعر بیا یه شعر رو آقای چه تو ساعت گذاشته، الان تو ساعت میبینی بله. آقای فراد رحیم بله بله میگه شعر نه، من این شعر خوندم. بگو امروز اکبر حواتمو کرده بود گویا زن بزن حالشو رو بپرسم. آقای عویسا آن حباب خانه، آن حباب خانه بر دوشم. متوجه شدی؟ آن حباب خانه بر دوشم، بر دوشم که در دریای عشق نمیشتی؟ آره آره بله بله. بگو که در دریای عشق، که در دریای آن حباب خانه بر دوشم، که در دریای عشق ساختم بر موج طوفان. اون حباب خانه بر دوشم که در دریای بزرگی شما رو استاد گلپا، شاد شدیم صدای گرم شما رو میشنویم. خیلی ممنونم، متشکرم، امیدوارم همه سالم باشن، این کرونا هم شرش رو بکنه. با مهر خدا، دست گلی جان رو میبوسم استاد گلپا و با امید دیدارتون در پاریس. همه خدمتتون درود دارم. دوباره آریا هم اینجاست میگه عمو گلپا، مخلص آریا هم اینجاست میگه عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. میخونه حتی برای بچه های فرانسوی، عمو گلپا اومده رهبر دلها اومده، عمو گلپا اومده رهبر دلها اومده. میبوسمتون، خدا حافظ. گلی خانم خدا حافظ. I'm going to go to the hospital.
درود بر شما. 40 ساله میگیم، 43 ساله، بازم باید بگیم جشن یلدای ما همین کریسمس. کریسمس همون جشن یلدا، کریسمس یعنی یلدا، یعنی زایش کریس، ولی زایش میتراس همون یلداست. چند روزی هم که اختلاف است به خاطر سنجش سالها و ماها بر اساس خورشید هست و ما. با همین خاطر این درخت کاج سر و آریایی بوده. کریسمس رو جشن بگیرید. اینجا پاریس شانزلیزه است و مهروزی کنید، برید روی mehrtv.com و یا روی youtube.com/mehrtv. اطلاعات زیادی به همه زبان‌ها دارید در رابطه با تاریخ و تمدن هزاران ساله خودتون، همین ریشه جشن‌های غرب، جشن‌های مسیحیت که همش ایرانی است. حضرت عیسی مسیح در ایران درس خونده، یادتون نره، بخونید نوشته.